سلطان محمد قند از فرماندهان پیشین جهادی بود و شامگاه روز جمعه زمانی که به سوی پروان می رفت در ولسوالی میر بچکوت کابل آماج گلوله قرار گرفت و با یک نگهبانش جان باخت. شخصیت اجتماعیش در حل فصل قضایای مردم رول مهم داشت. دیروز ما شاهد بودیم که بعد از 25 دقیقه فایل و درگیری حتی با می دو گوشته و دو ولسوالی که در بینش واقع شده در صاحب نرسید. در همین حال از کندهار خبر می رسد که در یک انفجار در ولسوالی شاولیکوت این ولایت 4 عضو یک خانواده جان باختند. طالب تا زمان به اصطلاح این عبور نکنه از حالت نظامی به حالت سیاسی نخواد بتانه که میدان هم در مذاکرات ببره. اما در حمله های طالبان در ولایت های فاریاب، بلخ و بادغیس نیز 6 تن از نیروهای دولتی جان باختند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. در قیصار یک نفر شهید داریم، در ولسوالی گرزوان هم دو تن از سربازهای خیزش‌های مردمی شهید شده و همچنان در خوج سبزپوش نیز دو نفر از سربازهای ما زخمی شدند. گروه طالبان هیچ اراده‌ای به خاطر کاهش خشونت‌ها نداشته و هر روز در مقابل مردم افغانستان و نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان تحرکات و حملات خود داشته که در نتیجه حملاتشان دوباره به خودشان تلفات سنگین وارد میشه. بر بنیاد آمارهای روزنامه نیویورک تایمز، تنها پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان، در کنار کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی، در حدود 4000 تن از نیروهای دولتی نیز در نبرد با طالبان جان باختند.